ډیر مننه تر اوسه پر زموږ د خپرونې ملتیا کوئ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو څخه زیانمن شویو کسانو لپاره بشري مرستې په لار دي او تر اوسه د خوړو، سرپناه او روغتیا په برخه کې نږدې 15,000 کسانو سره مرستې شوي، خو سیلاب ځپلي ډیرو نورو مرستو ته اړتیا لري. اوچا په یو راپور کې ویلي تر اوسه 10,000 کسانو ته خواړه او د کرنې په برخه کې په نقدي ډول مرسته برابره شوې. 2,500 کسانو سره د سرپنا تشنابونه او د پخلي د لوښو او یو لږ تر لږه 500 کسانو ته د حفظ صحي په برخه کې مرستې برابرې شوې دي. با گفته این اداره ملل متحد، سیلاب های ناشی از باران های 10 و 11 ماه می باشندگان 21 ولسوالی را در ولایت بغلان، بدخشان و تخار از نظر جانی و مالی به شدت متضرر کرده است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد از ایجاد 15 انبار برای ذخیره کمک‌ها و توزیع آنها به سیلاب زدگان در ولسوالی‌های بغلان جدید، برکه و شهر پلخمری، مرکز ولایت بغلان خبر داده است. په بغلان ولایت کې سیلاب ځپلو سره د مرستې رسونې بهیر او پر وړاندې د ستونزو په اړه به په افغانستان کې د یوې خیریه مؤسسې مشر کفایت الله قادری سره خبرې وکړو چې د سکاپ لرې په خپرونه کې راسره وصل شوی دی. قادری صاحب، ښه راغلاست. خوش آمدین به برنامه. روند توزیع کمک ها به سیلاب زدگان بغلان چگونه پیش میره آقای کفایت الله؟ اضافت طبیعی را داشت که بعضی از مناطق شمال کشور خصوصا ولایت بغلان آسیب های جدی از این آفت های طبیعی تقریبا آسیب های شدیدی دید که خصوصا بعضی ولسوالی های بغلان متضرر از این آفت های طبیعی شدن، مانند خود شهر پلخمری، برکه، بغلان مرکزی و همچنان ولسوالی نهرین و چندین ولسوالی های دیگر در ضمن ولایت تخار همچنین بعضی آسیب های از این سیلاب ها دید. کمک های بشری تا هنوز میتونیم خوشبختانه خوب است و خاصتا به بعضی ولسوالی ها بسیار فوکس بسیار زیاد شده که توسط مؤسسات داخلی و خارجی و همچنان توسط سازمان ملل متحد بعضی کمک ها صورت گرفته. تا به اندازه میتونیم بهتر بگویمش، اما تا به اندازه میتونیم بعضی موارد کمی کاستی ها هم وجود داشته که ما باید در اول کوشش داشته باشیم که کمی کاستی ها را از بین ببریم. خوشبختانه تا اکثریت مؤسسات در ساحه حضور دارند، به شمول HPT اور که فعلا در ساحه حضور دارد، تیم ما هم در ساحه هستند و تمام موارد را بررسی می کنند. زیادترین آسیبی که متاسفانه دیده شده او ولسوالی برکه است و همچنان ولسوالی نهرین است. متاسفانه اکثریت مناطق ولسوالی برکه زیر آب شده بود، بعضی از قریه ها مکمل زیر آب شده بود و تلفات هم بسیار زیاد بود، تلفات جانی بود و چی هم تلفات مادی که بعض خانه ها ویران شده بود و اموالشان متاسفانه به مکمل از بین رفته بود. و همچنان سیلاب ها در شهر پلخمری، بغلان مرکزی تا به اندازه بود، اما به اندازه که زیادترین آسیب را به ولسوالی برکه وارد کرده بود تا این اندازه در شهر پلخمری و شهر و بغلان مرکزی وجود داشت و کمک ها هم تا اندازه بیشتر و تمرکز بیشتر روی ولسوالی برکه است. فعلا اکثریت مؤسسات داخلی و خارجی بیشترین تمرکز بر ولسوالی برکه دارن و کمک های عاجل را بر برکه می رسونن و بعضی از مناطق هستن که با او کمک های نسبی می رسن، هرچند مردم ضرورت دارن اما به وجه تعالی کمک های نسبی دارن. قادری صاحب، ملګرو ملتونو هم ویل دي چې بغلان ته یا په شمال کې ګڼو ولایتونو د چې سیلاب ځپل دي مرستې په لاره دي. پوښتنه مې دا کوله چې دغه مرستې چې اوس خلکو ته رسول کېږي، د خلکو هغه جدي اړتیا په اوس وخت څه ده؟ فرق لري. ګوره، بعضې ساحه وشو کې فرق داسې ده چې مثلا برکه ولسوالۍ کې اوبه نه پیدا کېږي، هغه پاکې او شمیدنی اوبه نشته، نو اکثریت خلک دا وایي چې موږ ته څاګانې له سره ویستل، ځکه سیلاب راغلی هغه څاګانې اوبه یې خرابې کړي دي، هغه د استفادې وړ نه دي. نو مثلا بعضې ساحاتو کې د اوبو ضرورت ده چې باید غوته څاګانې ویستل شي، بعضې ساحاتو کې د کورونو ضرورت ده، سرپنا ضرورت ده، ځکه هغو کورونه د سیلاب په واسطه مکمل له منځه تللي دي. او بعضو ساحو کې هم اولویت هغه چیز ته ورکول کېږي چې دوی وکولی شي تر یو څه وخته هغه څه وایي چې خپله ځان وساتي، لکه اولیه مواد، لکه غذایي مواد، دغو ته ضرورت لري. مثلا اکثریت مؤسسات اوس تمرکز یې په دغه ده چې دوی هغه خواړه ورکړي، مثلا چې
گرمه بیگا ساعت سه خارج برابری دوی توزیع کی. اما اکثریت خلق وای چې موږ ته مهمه بنیادی کار دغه ده چې موږ دغه سرپنا چې له منځه تللې ده موږ ته دغه سرپنا جوړ شي تاګانې موږ ته جوړ شي تر هو موږ وکولی شو هغه اساسي ضرورتونه چې دي هغوی ترلاسه کړو. خب آقای قادری، آیا تاکنون در مورد کمک هایی که شما صحبت کردین به مردم آسیب دیده رسیده، این کمک ها کافی بوده یا خیر و مردم عمدتا به چی نیاز دارند حالت فعلی؟ از زیادترین ضروریتی که مردم فعلا دارن، مردم به کمک های اولیه دارن. کمک های اولیه را ما وقت تشریح کردم. کمک های اولیه عبارت از مواد خوراکی عاجل است، سرپناه است، اما وضع آب است که برای شتاها ساخته شده، همچنان بعضی اموال ضروری ایشان که از بین رفته توسط سیلاب برده شده، مثل قالین گرفته تا به تمام اموال یک خانه که اینها بتانه شب سپری کنه تا به کمپل و بعضی موارد ضروری دیگه. اکثریت مردم که فعلا خانه‌شان ویران شدن و منتظر از این هستند که برای ما سرپناه در دراز مدت ساخته شود و برای و اولویتشان فعلا مواد خوراکی است که برایشان مواد خوراکی داده شود. اکثریت ما استاد به شمول HBTR در این کار میکنه که چیگونه بتانه در آغاز ما همو موادی که فعلا ضرورت دارن برایشان تکمیل کنیم که عبارت از مواد غذایی است، سرپناه اولیه است، عبارت از خیمه و همچنان بعضی موارد خانه مثل کمپل است و بعدن بتانیم روی یک گزینه کار کنیم که چیگونه بتانیم برای از یا یک سرپناه بعضی از اهالی از این منطقه که سرپناهشان از بین رفته برایشان بتانیم که یک سرپناه بسازیم تا دوباره همو خانهشان که از بین رفته صاحب خانه شوند و همو جایدادشان که از بین رفتن دوباره بتانیم برای از یا جایداد جور کنیم. در کل روی یک استراتژی باید کار شود که در اولیت باید ببینیم که مردم چی در ضرورت دارن، بعدن باید فکرای دراز مدت شاید تا یک سرپناه برشان ایجاد شود. قادری صاحب، در سرپناه جوړول ممکن زیاد وقت ضرورت ولري چې په کې جوړ شي یا خلکو ته په واقع ورکړ شي، خو د لپاره کوم پلان اوس د فتن په پام کې نیول شوی او کنه او ترڅنګ ځین شکایتونه هم و چې خلکو ته لکه څنګه چې لازمه ده د پروژو په اساس باندې په سمه توګه خلکو ته مرستې رسول شوې نه دي یا ورته لا رسیدلې نه دي. ګوره کومکونه داسې دغه د بغلان نږدې ولسوالۍ ته لار اسانه ده، اکثریت مستات تقریبا نور رسیدلی شي. هغه مهمه ولسوالۍ چې بورکه ده هغه ته 4-5 ساعته لار ده چې اوس تمرکز هم زیات په همغه ولسوالۍ باندې ده، بورکې ولسوالۍ باندې ده، ځکه اکثریت مستات حتی تر بغلان مرکزي پورې نه ځي، دهنې غوري پورې نه ځي، دوی راستن چې بورکې ولسوالۍ ته. هغه د کومک رسولو کې بیا هم دلته کمیته موجوده ده، د حکومت لپاره حکومت لخوا کمیته جوړه شوې ده چې ضرورت یې هغه بیلابیلو خلکو ته رسول کېږي. نو ده کې مهمه کار انجوګانې هم دي، مستات هم دي، داخلي او خارجي مستات دي، دوی د خپل طرزالعمل جوړ کړي چې څه رقم کمک ټولو هغه ارمنو خلکو ته ورسي. نو دا وابسته زه فکر کوم چې دا زیات اره هغه مستاتو پورې لري چې خپل کمک ټولو خلکو ته ورسي، هغه چېرته چې ضرورت ده هغلته خپل کمک ورسي. مثلا داسې نه وي چې بعض خلک چې خوراکي مواد لري دوی داسې خوراکي مواد دوی ته توزیع کړي، یا بعض خلک چې ډوډۍ لري شپه ورځې خوري دوی ډوډۍ پخوي، مثلا هغوی ته پکیج ورکړي یا خود پکیج ډسټریبیوشن ورته کړي، هغوی ته اولویت به کمپل وي موږ به خوراکي مواد ورکړو. نو خبره دغه سره چې لومړی چې باید اسسمنت ضرور ده، لومړی چې موږ ساحې ته ځو حداقل یو ورځ یو نیم ورځ هغه اسسمنت وسي چې شی اول اولویت ورکول شي، اولویت چې شی د دغه منطقه کې موږ باید څه شی کومک کوو، وروسته لغنه باید موږ پکیج واخلو دوی ته ورکړو. داسې نه چې موږ له کابل حرکت کوو تیار ځان سره هغه فوټ پکیج یا بل شی اخلو، خبر نه وي چې خلک څه ضرورت لري. نو زه دلته هم غږ کوم په شمول د ټولو مؤسساتو باندې غږ کوم چې اوله باید موږ اسسمنت وکړو، خلکو سره وغږیږو چې خلک څه ضرورت لري، ضرورتونه د خلکو څه شی دي، وروسته لغه موږ کولی شو چې د پرسنګ کې موږ خلکو ته کار وکړو. مثلا زموږ خپل ټیم چې ساحه کې موجود ده، موږ زیاترین فوکس په دې ده چې موږ وکولی شو څه رقم دوی ته څاګانې جوړې کړو. څاګانې ځکه اولویت ده، مثلا بورکه ولسوالۍ کې، د انغوري ولسوالۍ کې چې اوبه له منځه تللې دي، خلکو ته بهترینه گزینه دغه ده چې موږ اوبه جوړې کړو تر هغوی دوی بېرته پاکې اوبه ترلاسه کړي. مثلا نور ساحاتو ته چې ځي هلته کور ضرورت دي، دوی ته باید کور جوړ شي، په دغه باندې باید فوکس و تمرکز وشي. بله. خب آقای قادری، مردم البته شما در مورد جزئیات صحبت کردین، ولی بیشتر مشخصا در کدام عرصه ها بیشتر آسیب دیدن و سطح این آسیب ها چقدر بلند است در این ولایت؟ آسیب های کلی ببینین، یک آسیب مهم که هست و آسیب جانی است متاسفانه. ما شهید های بسیار زیاد داریم از حادثه المناک و در بست دوم اگر ما بیایم روی مادیات، متاسفانه اکثریت خانه‌ها ویران شدن. اکثریت قریه‌ها مثلا در ولسوالی برکه است 3-4 قریه مکمل زیر آب شده که از الف تا بیا تمام وسایلش گرفته، تا حتی اینها تلفات جانی هم دیدن. بعد از تلفات جانی اموالشان، خانه‌شان مکمل توسط
این سیل و سیلاب از بین رفته است. پس بعضی از مردم حتی هیچ چیزی برای زندگی کردن و هیچ چیزی برای ادامه زندگی ندارن. مثلا در ولسوالی دهن غوری که است، بعضی مردم که است موترهایشان و سرمایه هایشان، اموالشان، مواشیشان، زمین هایشان کاملا از بین رفته. فرق میکنه مثلا از خانه گرفته تا به مواشی و تا باغ و تا اموال دیگه که در زندگیشان است کاملا از بین رفته. قدری صاحب، ستاسو په څیر مرستندیو ټولنې ته څه پکار دی او کومو شیانو ته باید تاسو لومړیتوب ورکړئ تر څو دغه کومه پیښه چې په بغلان کې یا په شمالي ولایتونو کې رامنځته شوې ده ورته رسیدګي وشي؟ لومړیتوب خلک دي موږ ته. لومړیتوب موږ ته د بغلان هغه تاسې ضرر لیدلی اسیبې لیدلی موږ ته باید خلک وښي. موږ په شمول ټول مستاد باید لومړیتوب موږ خلکو ته ورکړو، خلکو ضرورتونو ته ورکړو، او څنګه موږ کولای شو چې دوی ته هغه مهمه مرسته ورسو. دغه موږ ته مهمه ده. ګوره، شفافیت د کې مهمه ده. له حکومت نه هم باید وغوښتل شي شفافیت ته باید ډېره توجه ورکړي او مستد سره مرسته وکړي. خاصتا چې دغه اضطراري حالت منځ ته راځي باید مستد سره مرسته وشي او مستد هم باید په عاجله توګه چېرته چې مثلا کومه آفت راځي، آفت نه مخکې باید همغه ورځ کې دوی آمادګي ولري او یو کمیته باید هره مسته ایجاد کړي چې اضطراري حالت کې باید ځان ورسي. مهمه مسقط ته دغه د شفافیت په نظر کې ونیسي. دویمه دی قادری صاحب، تاسو تجربه لرئ په تیر یو کال کې تقریبا، تاسو شاید استئ چې په پکتیکا کې زلزلہ وشوه، هرات کې زلزلہ وشوه او ارتیا و چې په خپل وخت باید خلکو ته رسیدګي شوه و چې زیات وخت یې ونیو. دغه سی پی خو لپاره څه د ګنوس په افغانستان کې شته چې په اصطلاح و ته رسیدګي وشي په خپل وخت باندې؟ ګوره، د حکومت له خوا نه په کمیته موجود ده. هغه کمیته کارونه کوي. مستات له هم باید دغه یو وړه کمیته خپل دفتر ته جوړه کړي د اضطراري حالت لپاره، خاصتا یا بیل بودیجه ولري د کال لپاره. اضطراري بودیجه په دې معنی چې چیرته مثلا ساحه کې کوم اضطراري حالت راځي لکه زلزله او سیلاب، باید له هغه بودیجې نه استفاده وکړي. داسې نه چې موږ بیا فاند ته منتظر شو تر هغو موږ ته فاند راځي وروسته له هغه موږ ساحې ته ورسو. ما خبره دغسې ده چې موږ باید مکمل یو بجټ موږ دې لپاره آماده ولرو. موقت بجټ باید موږ سره موجود وي چې هر نوع اضطراري حالت لازم دغه بجټ استفاده وکړو. خوشبختانه چې موږ د مستې په شمول اکثریت مستد دا کار کوي، اما بعض مستد د متاسفانه اینوم په واسطه چې هغه منطقه ګوري بررسی کوي اما بیرته راځي. مهمه خبره د دولت نه نیولې تر مستد پورې دغه ده چې موږ یو عاجله او ایمرجنسي کمیته باید دې برخه کې ولرو. بله. خب آقای قادری، بر اساس پیشبینی های هواشناسی البته بین المللی گفته میشه که در 3 روز آینده باز هم احتمال ریزش باران شدید در افغانستان در مناطق آسیب پذیر هستند، احتمال زیاد میره که دوباره باز هم باعث وقوع سیلاب ها در این مناطق شود. فکر میکنین که مردم که در ساحات آسیب پذیر زندگی میکنن جای امن نزدیکتر دارن که از سیلاب ها فرار بکنن؟ یک موضوع بسیار مهم است. زمانی که وقت سیلاب خواستن در تابستان میاد، اکثریت فامیلا باید متوجه باشه. ما در اکثریت ساحات و قریه ها میبینیم، خود تیم ما که همین اکنون در بغلان است و همچنان ما که در بعض ساحات سیلاب زده رفتیم، متاسفانه بعض خانه ها به شکل بسیار غیر معیاری ساخته شده. به این معنی که وقوع خطر سیلاب داره. زمانی که ما هشدار از ریاست هواشناسی و یا هم بعضی از اداره های مربوط به این وضعیت می داشته باشیم، باید تمام خانواده های فامیل هایی که زیر خطر سیلاب هستند باید ساحه خود را ترک کنند و ساحه امن برند. ما متاسفانه در هر سال دوچار این رقم مشکلات می شیم، اما هیچ پند نمی گیریم. ضرورت اینجا است که اکثریت مستاد هم باید در این شریک باشد، دولت هم باید در این شریک باشد. ساحه آسیب شناسی باز ساحات باید توسط مؤسسات و دولت صورت بگیره که این ساحه زیر مثلا زیر خطر سیلاب‌هاس باید شناسایی شود و در تابستان ما بتانیم برای از یک گزینه دیگر ایجاد کنیم یا هم برای از یک سرپناه و خانه دیگر ایجاد کنیم تا او از ساحه خطر بگیره. په افغانستان کې د یوې خیر مؤسسې مشر کفایت الله قادری صاحب، ډېره زیاته مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مو ګډون وکړ. یک جان سپاس از جزئیاتو که راکردین.